سلام، قبل از هر چیزی از طرف سایت خودروبانک و سایت خودرو سال نو رو بهتون تبریک میگم و امیدوارم که سالی پر از شادی، سلامتی و پر از خودروهای رنگارنگ داشته باشیم. امروز براتون دو خودروی محبوب کشور رو میخوایم مقایسه بکنیم. دو خودرویی که از نظر پیشرانه، تجهیزات و همچنین از نظر قیمت بسیار شبیه هم هستن. تورنر 90 و رانا. برای اینکه مقایسه عادلانه باشه از هر خودرو کاملترین نمونه ها رو انتخاب کردیم، یعنی رانامو مدل LX هستش و توندر 90 مو مدل E2. خب بذاریم بهتون توضیح بدم که توی این تست قراره چه فاکتورهایی رو بررسی بکنیم. توی این تست قراره شتاب 0 تا 100، درگ 400 متر، مصرف سوخت، ترمز و ایمنی، کیفیت خودرو، فضای صندوق عقب، فضای صندلی های عقب، صدای داخل کابین، طراحی ظاهری، تجهیزات و امکانات، قیمت لوازم جانبی و در نهایت قیمت هر خودرو مورد بررسی قرار میدیم. توی هر آیتم اگر یه خودروی ببره بهش 3 امتیاز میدیم و خودروی بازنده 0 امتیاز میگیره. و اگر توی یه آیتم هر دو خودرو عملکرد مشابهی داشته باشن به هر خودرو 1 امتیاز میدیم. خب بریم سراغ فاکتور اول، یعنی شتاب 0 تا 100. توی این تست که تندر 90 برنده شد، پس ما به 3 امتیاز میدیم و رانا هیچ امتیازی نمیگیره. بریم سراغ تست بعدی، یعنی درگ 400 متر. توی این تست تندر 90 برنده شد، پس به 3 امتیاز میدیم و رانا هم امتیازی نمیگیره. مقایسه بعدیمون میزان مصرف سوخته. طبق اعلام رسمی کارخونه مصرف سوخت تندر 90 در شهر 9 و در خارج از شهر 5.6 دامل لیتره. رانا هم توی شهر 9 میسوزونه و توی خارج از شهر 5.7 دامل لیتر. ولی مصرف سوخت هر دوشون به صورت ترکیبی 6.9 دامل لیتر در 100 کیلومتر. پس هر دوشون از نظر مصرف سوخت در یک حد هستن و توی این تست هر دوشون 1 امتیاز میگیرن. تست بعدیمون ترمزها و ایمنی هستش. هر دو خودرو از ترمزهای ABS و ABD استفاده میکنن و تو هر دوشون ترمزهای جلوشون دیسکیه و عقبشون کاسه ای. در مورد ایمنی داخل کابین هم باید بگم که توی هر دوشون از دو کیسه هوا برای سرنشینان جلو استفاده شده. البته توی پرانتز هم بگم که توی تندر 90های 92 یک کیسه هوا استفاده شده. اما چون از نظر ترمز و ایمنی هر دوشون توی سطح هستن، ما به هر دوشون 1 امتیاز میدیم. فاکتور بعدیمون کیفیت هر خودروه. برای اینکه کیفیت خودرو رو مورد بررسی قرار بدیم به سراغ آمار شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران رفتیم. با یه نگاه کلی متوجه میشین که تندر 90 همیشه جز بالای لیست بوده و جز خودروی با کیفیت تولید داخل محسوب میشه. لذا یه امتیاز شیرین رو به تندر 90 میدیم و توی این فاکتور که تندر 90 برنده میشه. یکی از فاکتورهای خیلی مهمی که برای خانواده‌های ایرانی مهمه فضای صندوق عقبه. میخوایم فضای صندوق عقب دو خودرو مقایسه بکنیم تا ببینیم که کدومشون جای بیشتری دارن. اول از رنو تندر 90 شروع میکنیم. خب توی رنو تندر 90 که تونستیم یه چمدون بزرگ به همراه یک کالسکه رو به راحتی جا بکنیم و در صندوق عقب هم که به راحتی بسته شد. بریم سراغ رانا.
خب توی رانا همون چمدون به راحتی جا شد، ولی متاسفانه کالسکه جا نشد و نتونستیم در رو ببندیم. خب پس 3 امتیاز به تندر 90 میدیم. فاکتور بعدی فضای صندلی ها عقبه، فاکتوری که برای خانواده ایرانی مثلا اونایی که بچه دارن خیلی مهمه. من توی این تست از دو تا دوستان خواهش کردم که به من کمک بکنن. خب توی تندر 90 که تونستیم 3 نفر به راحتی جا بشیم و نظر فضای پا و سر مشکلی نداریم. خب حالا نوبت راناست. خب فضای عقب رانا که فکر کنم خیلی تنگه. فکر کنم عادلانه باشه که 3 امتیاز بدیم به تندر 90. فاکتور بعدی که میخوایم بررسی بکنیم صدای داخل کابینه. توی این تست توی هر خودرو میشینیم، با سرعت ثابت 60 کیلومتر در ساعت حرکت میکنیم و صدای داخل کابین رو با کمک نرم‌افزاری که داریم محاسبه میکنیم. داخل رنو تندر 90 85 دسیبل بود و داخل رانا 80 دسیبل. پس داخل کابین رانا آرومتر و 3 امتیاز از این تست میگیره. فاکتور بعدی ظاهر دو خودروست، یعنی اینکه در نهایت کدوم یکیشون خودروی مورد پسندتریه. در کل باید بگیم که از نظر ظاهری رنو تندر 90 آنچنان چنگی به دل نمیزن و در مقابل رانا با وجود اینکه نمونه تغییر یافته 206 صندوقدار خودمونه، اما چهرهش یکم جذابتره. برای اینکه این فاکتور کاملا شخصیه، ما این آیتم رو به خود شما سپردیم و یک نظرسنجی رو از حدود یک ماه پیش روی سایت خودروبان گذاشتیم که از نظر ظاهری کدوم یکی رو انتخاب میکنین. همونطوری که آمار رو دارین روی تصویر میبینین، توی این مقایسه رانا برنده میشه و در نهایت 3 امتیاز این مقایسه رو از آن خودش میکنه. فاکتور بعدی تجهیزات و امکاناتی هستش که روی هر خودرو نصب شده. این دو خودرو از نظر امکانات بسیار شبیه به هم هستن، ولی چند تا فرق کوچیک بینشون هست. مثلا توی رانا سنسور عقب وجود داره اما تندر 90 سنسور نداره. ولی در عوض تندر 90 رینگ‌های آلومینیومی داره و رانا رینگ نداره. یا مثلا توی رانا میتونین از توی داخل کابین درب صندوق عقب رو باز کنین، اما امکان توی تندر نیست. در نهایت باید بگم که هر دو خودرو بسیار شبیه به هم دیگه هستن و فرق‌های بسیار کوچیکی بینشون هست. لذا برای همین توی این تست ما بردوشون 1 امتیاز میدیم. خب فاکتور بعدی قیمت قطعات هر خودروست که فاکتور بسیار مهمی هم است. برای همین ماه بازار رفتیم و قیمت چند تا آیتم پرمصرف رو براتون گرفتیم تا ببینیم که کدومشون قطعات گرانتری دارن. توی این لیستی که الان توی تصویر میبینیم کاملا مشخصه که رانا قطعات گرانتری داره و توی این تست 3 امتیازش رو از دست میده و تندر 90 3 امتیاز از این تست میگیره. خب میرسیم به مهمترین فاکتور، یعنی قیمت در بازار. رنو تندر 90 حدود 37 تا 38 میلیون تومان قیمت داره و رانا هم حدود 31 تا 32 میلیون تومان. یعنی رانا حدود 6 میلیون تومان ارزان‌تره و باید گفت که همین ارزونی میتونه یک فاکتور خیلی مهم برای بسیاری از خریداران باشه. پس توی این مقایسه رانا 3 امتیاز رو میگیره و متأسفانه تندر 90 به نظر قیمتی بازنده است. خب میرسیم به نتیجه گیری. اگه دوباره برگردیم به لیست و امتیازها رو جمع بزنیم، متوجه میشیم که توی این تست تندر 90 برنده این مسابقه هستش. البته این رو هم باید بگم که اگرچه ما تندر 90 رو داریم برنده اعلام میکنیم، اما شما ممکنه بر اساس فاکتورهایی که برای شما مهمتر باشه خودروی دیگه رو انتخاب بکنید که با برنده این مقایسه متفاوت باشه.